فیروزه، فیروزه خانم، خوب است این دکتر آمبولانسی که قرار بود استنبول باشه؟ یه خورده خواهی تو کن مرد بودن سخت شده بهار. واسه همینه که انقدر نامرد زیاد شده. زن بودن هم سخته بابا. و مهم همون قدی که مرد بودن. مانیفستای فمینیستی از زنا میخواد که مثل مردا باشن. در حالی که چرخ مهر و عاطفه یه زمین به دست با کفایت زنا میچرخه. اصلاً انسان بودن سخت شده و مهم. حالم خوش نیست بهار، دارم چوب میخورم. خدا نکنه. یه چیزی بهتون بگم حالتون خوب شه؟ خیلی بهش احتیاج دارم. خیلی دوستتون دارم بابا، همیشه کنارم بمون. حالم خوب شد. قربونتون برم بابا، چوب خوبیتون رو میخوریم. چوب درد داره ولی خودتون میدونیم که خوبی، دوست داشتنی. من پیشنهاد میکنم همینجا بشینیم، برای هم نوشابه باز کنیم و قربون سرده یه هم بریم. باشه. من تا آخر عمرم کنارتون میمونم و قربون صدقاتون میرم. پدر جون بازم بهت میگم من دل چرکینم. بدبینی روح آدمو کدر میکنه. آره ولی خوشبینی غیر عقلانی هم آدمو میزنه زمین. بابای من حیفه که درگیر تعطیلی کارخونه و زندان و دادگاه بشی. یه بار یه کسی رو مجبور میکنن نماز بخونه، رو میکنه با آسمون میگه خدایا خودت میدونی که این زوریه، پس تو هم یه جوری ثوابشو قبول نکن. از بابایی که منبع انرژی مثبت این حرفا بعیده. آقای دکتر اونجا وایساده. بله دکتر نافذی. به به. سلام بهزاد جان. سلام دکتر نافذی. خیلی خوش اومدید. زنده باشید. حالتون چطوره؟ قربون شما. اجازه بدید. زحمت نکشین من میام. بذارین یه تیکر ثوابش من ببرم. خواهش. چطوری ما مزاحمتای ما؟ اختیار دارید شما. دیر که نکردیم. نه خیر، خیلی هم به وقت اومدید. خب بیزا جان چه خبر از خانواده محترمتون؟ والا خانواده که رفتن اون برای ما رو تنها گذاشته. خدا همسر شما رو بیامرزه. خدا بیامرزه امواتتون رو. خدا همسر دخترتون رو بیامرزه. ممنون. خدا رفتگان شما هم بیامرزه. ممنونم. برای شما آرزوی سلامتی میکنیم آقا. زنده باشی. محمد آقا اینجا خونه دوم منه، یعنی کسایی رو که خیلی خودیان مثل شما اینجا دعوت میکنم. خانم مال شماست. ممنونم. شما منت میذارید آقا، دستون درد نکنه. لطف دارید نسبت به من حقیر. یا الله قربان شما زنده باشه. گفتم بیایید اینجا، اگه حرفی دارید بزنید، اگه حرفی ندارید با هم بریم کارا رو با هم رو برا کنیم. مگر درست شد؟ بله درست شد. چجوری؟
همون جوری که تو بانک بهتون گفتم. خب حالا یعنی با چه کار بکنیم؟ چای منو میخوریم با هم دیگه میریم اداره ثبت. شرکت به اسم خودته، شرکت بهار سلامت، و خودت ثبت کردی. 48% هم به نام خودته. در واقع سرمایه‌ات رو از این جیب در آوردی ریختی تو اون جیب. سهامدارای هلدینگ سلامت مردمه که شریکته. همه همکارن، پزشکن، داروسازای غریبه نیستن. اینا داروخانه دارای عمده کشورن. توزیع کننده به همه مراکز دیالیزن. شما تولید کن، اینا به پول تبدیل میکنن. من به تضمین میدم یه سال دیگه 52% هم خودت میخری. حال شما خوبه؟ بفرمایید. وقتتون بخیر. خیلی خوشید. شما خوب هستید؟ حاضر همه چی؟ بله بله. قبل از اینکه شما بیاید من قرارداد رو عمر رو تهیه کردم. مطالعه بفرمایید ببینید به چه شکله. نه من سندی که برای شما بوده. دو درصد چیزی نیست. دلت روشن باشه بابا. نگران نباش، درسته. بفرمه. دست شما در نکنه. خب، من این رو عرضم به خدمتتون که این قسمت دفتر رو شما دمجه بفرمه. خدمون شما این قسمت بالا، پایین و اون قسمت پایین رو اینجا. بگم این بغل یه نون داغ کباب داغی هست. موافقیم بریم بزنیم؟ نه، خیلی ممنون. این کارخونه اصلا مجوز تولید نداره. چرا خاموش؟ هیچ کس حق نداره به کارخونه شما نزدیک بشه. اگرم کسی فهمید، بهش میگه که سوء تفاهم بود. رفع شد. این هولدینگ سلامت مردم حتما با ما هماهنگه، نه؟ بله. آقای دکتر، من اصلا کاری ندارم که شما با پدر من زاویه فکری داشتید یا دارید. الان شما منجی مایی. نبین بابات انقدر ساکته. همچین از این جمهوری دفاع میکرد که انگار همه کاره جمهوری اسلامیه. به ما لطف کردی، خیلی ممنونم بهزاد. ولی اگر پا بده باز هم من همونم که بودم. بابا میبینی درست شد؟ تو این شرایط که هیچ کس به فکر ما نیست، آقای دکتر نافذی کاری کردن کار سون. واقعا ممنونم دکتر نافذی، واقعا ممنونم. اختیار داری، هم کلاسی، بیا بریم جشن بگیریم. من اگه خمس نمیدم مالیات که میدم. بابا غذاش رژیمیه، بیرون غذا نمیخوره. منم بدون بابا عرض راحتی، پس با هم در تماس. اجازه بده میرسونمتون تا وزارت کنم. نه قربونه، راننده من اومده. سلام. سلام. نمیشد بهم بگی داشته تو مخفیگاه تونه رو تا اونجا من بهش پیامتو میدم؟ اون از داداشم که با آدماش سپرده بود که هر کی دور و برش پیدا شد کله پاش کنن. حتی محمد تا. اینم از زن داداشم که بهم دروغ میگه. الان من به شما بدهکارم آقا محمد تا؟ آره بدهکاری. بدهکاری چون دروغ گفتی. گفتم کجاست گفتی نمیدونم. گفتم نمیدونم.
گفتم نمیدونم چون میخواستم ازش محافظت کنم. گفتم نمیدونم چون باورش کرده بودم. گفتم نمیدونم چون نمیخوام بیفته زندان. گفتم نمیدونم چون میخواستم عاشقشی قبول، ولی منم دشمنش نیستم. دشمنش نیستی ولی ازش محافظتم نکردی، باورش نکردی. کو الان کجاست؟ کسی خبر داره؟ چی شده؟ حتی نمیدونم زنده است یا نه. تو چی کار کردی با محمد تا؟ تو برای چی رفته بودی اونجا؟ چی کار داشتم؟ رفتم بهش بگم مراقب خودش باشه، شاید واسهش تله گذاشته باشه. نه اینا نیست، تو میدونستی که میدونه اینا رو. رفتم واسه محافظتش و باورش یه دلیل محکم بهم بده. دلیل محکمتری بهت بده؟ محمد تا جلو چشای خودمون پدر مادرتو کشتن. خونه پدر مادرت کافی نیست؟ تیر زدن به گردن محمد علی، میفهمی یعنی چی؟ این کافی نیست؟ شبونه رفتم تو بیمارستان به قصد کشتش، تو هنوزم دلیل محکمتر میخوای؟ این محمد علی که میگی من نمیشناسم. این محمد علی که من میشناختم این همه تشکیلات و بروبیا نداشت. این محمد علی کیه که من نمیشناسمش؟ من از کجا بدونم که؟ راست میگی، تو از کجا بدونی قاتل نیستم؟ برو، مگه نمیگی شک دارم محمد علی قاتله؟ اگه اون قاتله منم هم دستشم. برو. چیه؟ مگه نمیگی شک دارم؟ اگه تو شک داری محمد علی قاتله، من مطمئنم تو باعث شدی دیشب بیفته تو درد سر. معلوم میشه کار آدمای اون بود که من انداختن گوشه اتوبان، یا من باعث شدم که بگیرنش. بله. سلام خانم سماوا. شما؟ من فروغی هستم، وکیل همسرتون. یه بار تو بیمارستان خدمتتون رسیدم، الان باید شما رو ببینم. در رابطه با راجع به اتفاقات دیشب خبر مهمی دارم. خب یه چند لحظه صبر کن، من میام جلوتر. من این اطراف پر از ماموره. اگه اجازه بدید من بیام تو. تشریف بیارین داخل. مرسی. الو سلام مامان، یه دقیقه میای این آشپزخونه. این وکیل فروغی اومده اینجا، میگه کار مهمی دارم. نمیدونم، گفتم تنها نباش. باش باش باش، مرسی. تو که هنوز اینجایی؟ مگه نمیگی ما قاتلی؟ مگه فکر نمی کنی قاتلی؟ یه هایی میکشیم اتا؟ جواب نده سارا، من به تو که شک ندارم. یه بار بهت گفتم وقتی به محمد علی شک داری یعنی به من شک داری، فرقش چیه؟ سلام. سلام خانم. سارا. سلام. 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 بفرمایید کار مهمتون چیه؟ والله اصل خبرها که پیش شماست. چرا اینجا؟ تشریف بیارید بریم بالا منزل ما. الان اینجا یا اونجا مهم نیست. مهم اینه که من اصلا نمیدونم شما دوست موکل منید یا دشمنش. با اینایید، با اونایید، با کیایید؟ منظورتون چیه؟ تشریف بیارید بریم بالا، یه چای میل کنید صحبت میکنید. نه خیر خانم، همینجا دم در خوبه. ممکنه تو خونه دوربین و میکروفون کار گذاشته بشه. خب بفرمایید، خبر مهمتون چیه؟ خانم من تو بیمارستان به شما کارت دادم، عرض کردم برسونید دست خود آقای رضایی تا من خودم شخصا بتونم کار رو درست پیش ببرم. چی شد؟ من الان باید باور کنم شما خبر نداشتید مخفیگاهش کجا بوده؟ اجازه بدید باور نکنم، چون گوشی نامزدتون رو پیدا کردم. رد تنها شماره‌ای هم که توش بوده رو زدن، رسیدم به شما. یعنی چی؟ یعنی که خط جدید داشتین، گوشی جدید داشتین، باهاش در ارتباط بودین. اون وقت منی که وکیلشم باید بی‌خبر باشم. خب الان خبری ازش دارین؟ چی شده؟ حالش خوبه؟ جنازه نفر وسط خیابون پیدا کردن. یا ابوالفضل. نه خانم، جنازه ایشون نیست، نگران نباشید. جنازه بنده خدای دیگه است. از بالای پشتمون پرتش کردن وسط کوچه. البته بهش شلیک شده. اینقدر دست دست کردین تا یه قصر دیگه افتاد گردن محمد علی. عیبی ندارم، عجیب نیست. وقتی دارن دنبالش میگردن بکشنش و پیداش نمی کنن که قتلم میندازن گردنش. تو بیمارستان هم این کارو کردن. به هر حال شما دارین به کشتنش بدین. اگه حرفتون تموم شده تشریف ببرین. ما حالمون به اندازه کافی بد بود، شما بدترش کردین. هیچ حرف و خبر مهمی هم که برامون نیاوردین که. خانم بالا سر جنازه پدر مادر شاهرگشو زدن. تو بیمارستان مثلش به رگبار آدم بده آدم خوبه نداره که. دست هر کی بهش برسه تیکه تیکش میکنه، تیکه بزرگش گوششه.
سلام خانم. سلام. من خواهش میکنم اگر خبری ازش داریم به من بگید. آها، من فکر کردم شما برای ما خبر آوردی. اگه باهاتون تماس گرفت از یه تلفن عمومی به شماره پشت این کارت زنگ بزنید. چون تمام شماره تلفن‌هایی که یه جورایی به محمد علی مربوط میشه دارن کنترل میشن. البته این سندش به نام یکی دیگه است. از این به بعدم خیلی نمیتونیم ملاقات حضوری داشته باشیم چون تحت نظریم. من یه جای مناسب واسه مخفی شدنش دارم. تا تبرئه بشه میتونه اونجا بمونه. شما چرا اینقدر طرفدارشید؟ چه سوالی؟ سوال عجیبیه نه؟ ما که فامیلشیم شما به ما شک دارین؟ ما به شما شک نکنیم؟ من قبلا خدمت آقای رضایی همه چیزو توضیح دادم مفصل. باجس ببخشید یه لحظه، اون آدمی که دیشب منو جلو در خونه گرفت کی بود؟ میخوام ازش شکایت کنم. محمد تاهایی دیگه، نه؟ آره. از کی شکایت کنی؟ من برم دنبال یه آدم موهوم؟ مسئله اصلی من الان حفاظت از جون برادرته، میفهمی؟ برادر. ببخشید من دیگه بیشتر از این نباید اینجا باشم، ممکنه مامورا شک کنم. با اجازتون. بفهم. چرا سوال کردی؟ مگه بچه های باند محمد علی نبودن که تو رو زدن؟ خیلی اصلا یکی بچه های باند محمد علی این بنده خدا رو از بالا پوشی بوم انداخته پایین؟ یا نه؟ اصلا یکی بچه های باند محمد علی بوده که پدر و مادر تو اون افسر رو کشته؟ ها؟ بس کن دیگه سارا، من میگم یه جوری با من صحبت نکن که انگاه غریبه. خاله جون، من میگم اگه این آدم بیگناهه چرا داره فرار میکنه؟ چرا آدم گذاشته؟ چرا حالیت نیست؟ چرا فکر میکنی فقط مامورای اطلاعات و امنیتن که دنبال محمد علی هن؟ اونایی که پدر مادر تو کشن میخوان اونم بکشن. حالا تو خونه نشد، تو بیمارستان. تو بیمارستان نشد، تو مخفیگاهش. اون موقع تو چی کار کردی؟ بردیشون صاف همون جایی که نباید برن. یعنی یه لحظه، فقط یه لحظه فکر نکردی ما هممون تحت نظری؟ خیلی خامی، خیلی. سارا جان، مامان بیا بریم بالا یه چیزی برات درست کنم، دیشب تا حالا چیزی نخوردی. اونجا دورت بگردم، من همینجا یه چیز درست میکنم میخورم. ممنونم. خاله برو یکم حواست بهش باشه. سارا که میگفتی زن ندارم. خب ندارم. پس این زن قد برنده کی اومده؟ شوخی میکنی؟ من با تو شوخی دارم؟ اگه خودشو معرفی نکرده ملاقاتی گرفته؟ دادیار زندان خودشو معرفی کرده که ملاقاتی گرفته، نه از من. شاید صیغه‌ای بوده، الان اومده خرجی میخواد، اجاره خونه میخواد. به هر حال خوش به حالت. آدم داریم اینجا یه سال تلفن میزنه گریه میکنه که وکیلش یا قوم خویش بیان سراغش. بازش کن. بعدش هم میرم بیرون پی بدبختی. قبل از اینکه تو بخوای سگ با وفای اون باشی، من سگ با وفاش بودم تو دوران کودکی و نوجوانیش. هیچ کی باش بازی نمیکرد، البته اونم هم بازی نمیخواست، اسباب بازی میخواست. پدرم ورشکست کرده بود، نیاز داشتم به یه بچه پولدار. الان توی زندان بیدار شد. میفهمم سلطان به این نتیجه رسیده از اینجا به بعد زندگیت
باید بریزم به خودت که کلکمو بکنه. میخواد من نابود کنه. قبلا هم سعی کرده ولی نتونست. ببین بازجون گفته یک تار موثرم کم بشه، همه مسئولم. آقای عبایی خودت داری میگی رفیق دوران بچگیت بوده، من شاهدم، عین برادرشی. تمام سعیشو کرد حداقل حکمو بهت بدن، اینقدر تونست. الان هم منو فرستاده اینجا بهت بگم یه راه پیدا کرده که خلاص شی. میخوای بگی سلطان به اون گنده ها پول نداده بود تا خفم کنن؟ نه نه، فکر میکنی برای سلطان خواه کاری داره از دستت خلاص بشه؟ اگه اون میخواست الان تو مرده باشی، تو الان مرده بودی، روبروی من نشسته بودی، روبروی عقرب، به قول تو سگ سلطان خواه. من نزدیکترین آدم به متین سلطان خواهم. از دم در تا اینجا تمام دوربینا منو گرفتن، از دم در تا اینجا تمام مامورا منو دیدن. میفهمی یعنی چی؟ یعنی سلطان خواه ابایی نداره، ابایی نداره که از اینجا بیارتت بیرون. یه مرخصی با سند خونه مادرت. پای اونو وسط نکشی، من جایی که هستم خیلی هم راضیم. سلطان خواه بگو مادر من به تو محبت میکرد. ببینیم اگر یک تار مو از مادر من کم بشه، اون وقت من میدونم و تک تک شما. اصلا قرار نیست تار مویی از سر مادر شما کم بشه. مادر شما سند خونه شو میذاره، شما میای مرخصی از ایران میری، قاعدتا میرن دنبال صاحب سند. مادرته میگه من خبر ندارم کجاست، اگه سلطان خواست سند بذاره باش گیره، تمام اتهامات میاد سمتش، گیر میفته. فقط یه چیز ازت میخواد، خارج از ایران اعترافاتتو پس میگیری. هر اعترافی توی ایران کردی تحت شکنجه بوده. این حرفا رو باور نمیکنم. سلطان من رو با سند مادرم از اینجا میاره بیرون، اون وقت هیچ رد پایی ازش نیست. تو خیابون یهو تصادف میکنم و تمام. ببخشید ولی داری سر میزنی. فکر میکنی کشتن تو اینجا کاری داره؟ یه مش آدم به زیر تیغ اینجا ریختن، له له میزنن دوزار بدی به خانوادهشون، تحت پوشش باشن همسال دور خلاص کنن. تصادف برای چی؟ آره چون میفهمم، بهت میگم اون گنده رو سلطان خواه فرستاده بود دخل تو بیاره. اون زمان اعتراف نکرده بودی، اعترافاتت علنی نشده بود. الان اعتراف کردی، اعترافاتت علنی شده. میفهمی؟ کشتنت به دردش نمیخوره. فقط باید با دست قد خودت، با زبون خودت بزنی زیر اعترافاتت. تو 3 تا از حسابای سوئیس کد امضای مشترک با سلطان خواه داری. به خاطر پولم که شده کسی کاری باهات نداره. پول، دلار، پس گرفتن اعترافاتت از مرگت مهمتره. منو قبول کن. باش. باور نمیکنم. ولی راجع بهش فکر میکنم. من الان دارم زندانیمو میکشم. هنوزم با بازجویی سابقم در ارتباطم. شاید با اون مطرح کردم. بازجوی سابق. آقای عبایی. بازجوی سابقت کله ملق شده. شاید اصلا داره برای ما کار میکنه. شاید از اینجا اومدی بیرون دیدی یه سوپر دریانی برای خودش زده. هزار تا شاید دیگه. زندگی؟ آره. زندانی تو میکشی، از اینجا میای بیرون، میخوای زندگی تو بکنی. نمیخوای از عرض خیابون با اطمینان رد شی. نمیخوای تو اتوبان با اطمینان رانندگی کنی. منو نگاه کن. میخوای زندگی خوب داشته باشی. برای زندگی کردن باید زنده باشی. ما برای اینکه تو اعترافاتتو پس بگیری تو رو زنده میخوایم. گفتم که باور نمیکنم شما به خاطر چند میلیون دلار تو بانکای سوئیس من رو از ایران ببرین خارج. اصلا پول برای سلطان خواه مهم نیست. اون دنبال قدرتشه، دنبال سلطانیتشه، دنبال عظمتشه. اعترافای من عظمت اونو برد زیر سوال، سلطانیتش رو به خطر انداخت. حقایقی که گفتم، تمام اعترافای راست من
آینده اونو به خطر انداخت. بیشوری ولی قبول دارم راست میگی، آینده ای سلطانو به خطر انداختی، ولی داری خودتو از بین میبری. اعترافاتتو پس بگیر، پس سلطان خواه عادی حیثیت بشه. پول بانکای سوئیس هم مال خودت، به قول خودت عظمتشو بهش برگردون. آقای عبایی قبول دارم ندامتگاه نادمت کرده، حالت عوض شد، ولی اگه سلطان بفهمه که اینقدر تغییر کردی، این حالا ازت میگیره. میدونی که بلده حالا آدم ها رو بگیره. نمیذاره تو این حال بمونی، تو هم یه کاری کن حال سلطان ما خوب بشه. امروز یادت بمونه عقرب اومد اینجا یه پیشنهاد طلایی بهت داد، استثنایی، واقعی. به من نگاه کن، من میفهممت. با منو بفهم. خبرهای خوب، خانواده نامزده بهمت فینال کردن. اندید چی؟ یعنی پرفکت، عالیه. خب این جریان عالیه، الان جشن نداره؟ جشن هم میگیریم. پس بریم یک کافه خوب با بردم. میریم. بریم. دکتر سلام عرض میکنم. سلام. ببخشید بابا، این ناهمانی تقصیر منه. شما بفرمایید طبقه بالا تو دفتر آقای دکتر با هم ملاقات داشته باشه. اشکالی نداره. معرفیشون نکردید. آقای فرهادیان از داروسازای نمونه. خوشبختم. متشکرم. بفرمایید. بفرمایید. خوش اومدید. خوشحال شدم دیدمتون. بنده هم همچنین. سرکار خانم همسرتون هستن؟ خیر. ایشون دخترمه. آذردخت. خوشحالم میبینمتون. به به، آذردخت. دختر آتش. منم خیلی خوشحالم میبینمتون. خانم آذردخت هم پیشه پدر هستن. داروسازن. خیلی خوبه، پدر داروساز، دختر داروساز. ایشونو معرفی نکرد. ایشونم دامادمه. شما هم داروساز هستی؟ خیر. من داروساز نیستم. البته اگه شما داماد رو جزو خانواده بدونید. چرا که نه؟ بیزینس هم. روزتون امروز جلسه تحصیلات ارزی داریم با آقای دکتر نافذی. طرز پوشه مخصوصتون هم هستی. خیلی ممنون. یادت باشه بعدن یه چیزی بود. خب آقای داماد، چه میگفتیم راجع به بیزنس؟ بله، بیزنس سوئیس و ایران. من تبعی سوئیسم. بله، چه جای خوبی، جای آدم حسابی هست. عهد قانون مداری و بی‌طرفی. سرکار خانم، وقتی با کسی ازدواج میکنید که طبعه یه مدینه فاضله است، ناچارید که همیشه خوشبخت باشید. خوش به حالتون. دکتر، فضیلتی اگر هست تو همین خاکه. خاکی که اهورامزدا همیشه نگهدارش بوده. 100%. حس وطن پرستیتون رو به موقع نشون دادید آقای دکتر. متشکرم. جناب سلطان خواب، من سوئیس تحصیل کردم. من اونجا هم ازدواج کردم. پدر و مادر داوود ایرانی هم، ولی مقیم سوئیسن. منم مدتیه که اومدم ایران. داوود در رفت آمده، ولی من اومدم که بمونم. بسیار خوب. آقا داوود خیلی هوشمندن که با خانواده مثل شما وصلت کردن. اقلیت زرتشتی همیشه بی‌آزار و محترم بودن و هستن. تو مقوله ازدواج به نظر من بی‌آزار بودن خیلی مهمه. مهمتر از اینکه طرف چه ریخت و قیافه‌ای داره، چقدر مال و اموال داره. داوود نسبت به بانک‌ها بی‌اعتماده.
امروزم به اصرار من و دخترم همراه ما اومده. بانک‌های سراسر دنیا بوی دروغ میدن. بو کنید. من تو بانک متولد شدم. این بو به مشام من آشناست. تو کدوم بانک متولد شدی؟ سوئیس. سوئیس یه کشور نیست. یه بانکه. یه بانکی که همه سران دنیا توش حساب دارن. به خصوص سران دزد دنیا. از شما از اون آدمایی هستید که به پولدارا میگن دوست. بفرمایید بشینید. نکنه کمونیستی آقا داوود؟ اتفاقا خیلی هم خدا باورم. کمونیست و سوسیالیست هم نیستم. اما مطالعه کردم و میدونم که سران کشورهای مختلف ممکنه به سرزمین‌ها و خونه‌های همدیگه حمله کنن. اما هیچ وقت به بانکشون حمله نمی‌کنن. توی هر دو جنگ جهانی بانک، محل تولد من، سوئیس، بی‌طرفیش تایید شد. از جانب هیتلر، لنین، استالین، روزولت، موسولینی، تزار، ناپلئون بناپارت و و و. اونها سوئیس رو به عنوان یک بانک مقدس میدونن. چون آدم حسابی بودن. خیر. چون قانون نانوشته دارن. قانونشون هم اینه که زن و بچه‌ها و معشوقه‌های ما باید یه جای آروم داشته باشن. تا ما دنیا رو به هم بریزیم. اونها به زنها، بچه‌ها، کلیسا، معبد، کنیسه، مسجد، کعبه رحم نمی‌کنن. اما سوئیس رو به عنوان یک بانک مقدس می‌دونن. خدا باور نیستی داوود. به نظرم یا کمونیستی یا سوسیالیست، شاید هم آنارشیست. جدن در جدمون ارمنی ایرانی هستیم. کلیسا میرم، به خدا اعتقاد راسخ دارم، هم تو نیایشگاه زرتشتیا عقد کردیم و هم تو کلیسا. پس این عقب ایستادنت نشونه اعتراضه. باشه، ما یه جوری با آقای فرهادیان معامله میکنیم که شما از دست این فوبیای بانک راحت بشی. به هر حال قانون بانک همینه، چه پول بدی چه پول بگیری بانک باید سود کنه. فوبیا ندارم، مطالعه دارم. روی این کیس خیلی کار کردم. دنیا درست نمیشه مگه اینکه بانکاش درست بشن. بانکداری یعنی قدرت. قدرت رو تو کتابا ننوشتن. شما نمیتونی با مطالعه کسبش کنی. یه حرفایی بزن که بوی قدرت بده. این چیزایی که میگی بوی کینه، عداوت، دشمنی. دوستش ندارم. تولد بانک به شکل امروزی زیر سر پیروان هرتسل بوده. الانم بانکدارای دنیا اکثرشون یهودیان. همونایی که عیسی رو به صلیب کشیدن و همونایی که اهل نزول بودند. آره. تو ایتالیا بهشون میگفتن بانکو. رو نیمکت میشستن، پول میدادن به مردم، نزول میگرفتن. تا رسید به بانکداری امروز. بشین. با این حزب‌اللهی‌های رگه گردنی ما که در ارتباط نیستی ها؟ نه، دیوید با سیستم بانکداری جهان سرشاخه. مقاله‌های زیادی نوشته. توی مجامع مختلفم خیلی سخنرانی کرده. یه سرچ کنید تو اینترنت می‌بینید که معروف به یه آدم ضد بانک. چه خوب. ولی ما اینجا با آقای فرهادیان یه جور معامله میکنیم، یه خط قرمز بکشیم رو همه تئوری‌های غلط آقای داوود. از این به بعد اومد اینجا دیگه دست به سینه میشینه. فرزند آقای بانکو. من فرزند مشروع پدر و مادرم هستم، نه بانکو. بهشت از آن کسانی خواهد بود که در زندگانی خیش با دروغ بجنگد و آن را در بند نموده و به دست راستی بسپارد. مال اوستا بود. حالت خوب نیست داوود، اوستا بخون. به ما برای تسهیلات ارزی بانک‌های دیگه هم معرفی کردن. وضع ارز کاملا در هم ریخته. از طرفی بانک‌های دیگه هم ما رو سر می‌دوندن. دکتر نافذی که جا داره ازشون تشکر کنم، ما رو تشویق کردن که بیان بانک شما. بدون ارز نمیتونیم طرح‌های جدید خودمون رو در مورد دارو راه بندازیم. خیلی خوش اومدید.
تعجب میکنم که رفید بانکای دیگه. بانک ما کارش را انداختن شرکت های مثل شماست. بابا اینجا شرکت داروسازی داره. منم تو سوئیس توی شرکت داروسازی کار میکردم. از وقتی که حس کردم بابا انگیزه بیشتری داره برگشتم ایران. ما تصمیم گرفتیم یه پک دارویی تولید کنیم اینجا. اینم لیست داروهامو. ممنون. آقای فرهادیان، من متین سلطانخواه بیزینسمنم. شعار ایمان و عمل صالح، تقوا، از این شعارها نمیدم چون اصلا شعار بلد نیستم. ادای آدمای خوبم در نمیارم چون ادابازی بلد نیستم. کارم بیزینسه، تجارت میکنم. تا خرخره تو پول بزرگ شدم مثل پدرم. وجب به وجب دنیا رو گشتم، جاهایی که خیلی ها حتی تو فیلم ها هم ندیده باشن. اما هیچ کدوم اینا باعث نشد که از متین سلطانخواه دور بشم. سهامدار عمده یک هتل هستم در سوئیس. اسمشو بگم ایشون میشناسن چون متولد اونجان. اما بهتون قول میدم از 4 تا خیابون پایین ترش هم رد نشده. چرا؟ چون گرونه. بیزینس رو بلدم، اما بیزینس دارو یه چیز دیگه است. مربوط به سلامته، یه نیازه. که یادم رو بهش نیاز پیدا میکنن؟ اون موقعی که یه پدر و مادر بچهشون رو تخت بیمارستان داره پرپر میشه جلو چششون. بیزینس دارو رو میفهمم. هیچ جونوری رو گیر نیاوردم که وقتی بحث سلامت و دارو، بحث جون یه جونور دیگه از هم نوع خودش باشه، به جیبش فکر کنه. منم نمیتونم این کارو. دقیقه. به نظرم جلسه رو به وقت دیگه موکول کنیم. قرار ما داروسازی فرهادیان بعدن اعلام میکنم. جلسه رو ادامه بدید، من برمیگردم. کار دارم، نمیدونم. بفرمایید بشینید. شماست.
کجا بودی؟ رفته بودم خرید کنم، غذای خوشمزه درست کنم برات. روزنامه ها رو بخون ببین چی نوشتن. از تو ببرم بارون بایستا بایستا یه گوش. تو باید استراحت کنی، تو ورزشکاری خیلی قوی هستی. من برم برات تخم مرغ و عسلی درست کنم. عسلی؟ ما شوخی ندارم، دست تو بگی والا وایسا این بقیه. بلند نشو، تو خیلی خون ازت رفته. صبر کن برم نیم رو درست کنم. بیا حرف نزن، دستاتم بگی بالا. خدا برو عقب، برو دراز بکش بسه اون وقت. رو من اصلاحه میکشی. دکتر کجاست؟ کجا بودی؟ دکتری که میگی کجاست؟ من با تو شوخی ندارم، درست به من توضیح بده. من اینجا چی کار میکنم؟ تو کی من آوردی اینجا؟ من اومدم دنبالت، زخمی بودی. اردمت داروخونه این کارتتم دادی دارو بخرم. من رفتم دکتر پیدا کردم. همه جای خونه خون و مالی شده بود. من رفتم بازم برات قرص و دارو خریدم. زخماتو بست و رفت. گفت به کسی هم چیزی نگم چون میترسید. تو کدوم بیمارستان کار میکن؟ من خیلی گشتم تا یه دکتر پیدا کنم. کاراشو کرد، من نمیدونم کجا رفت. بیشم این چرا خاموشه؟ اینجا طبقه چندومه؟ دکتری که میگه کجاست؟ من سنگین تر از اینم که تو بتونی منو بیاری تنهایی بالا. بگو کجاست؟ کی باهات اینجا؟ با چی؟ من نمیفهمم چی میگی. Oh.
چه نمیکنی؟ سوسه کنم مونده بود میخواستی تو دیگه منو با یه چایی بکشی. تن بعضی درخت ها سفت و سخت چسبیده پیچک، حتی گاهی رفته بالا پیچک از دوش مترسک. سبز محکم توی خواب انگار می‌لرزه، دور شاخه هاش پیچیده پیچکه سمی هرزه. قیچی باغ بون آخر دم پیچکو می‌چینه، خود پیچکم میدونه آخر قصه همینه. عمر پیچکای هرزه به یه نیش قیچی بنده، بوی عیدی که میپیچه لبای قنچه میخنده.